اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم، پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله. أنبياء اللي از حال شما خبر دارن، بگی خبر دارن. اگر خبر داشته باشد پیغمبر از روسیاهی های من و شما، شما خودتان بگی آیا پیغمبر راحت است یا رنج است؟ فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهاء، ما هم بأمة سيدي. هزار تا ماشین رد میشه، شاید 10 تا ماشین فقط نوشته پشتش فقط خدا. على الافلاك قد ركز اللواء، من حطم الاصنام، من ارسل العدالة والاخاء، من اسمع الدنيا حداء، المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى، وغزى الظلام وجاء بالحق المنور. شیاده، این دزده، این راهزنه، میخواد مولوی باشه. وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقه بدرا ولا امت ركا. به حال بنگریم شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه در این باره چه می‌فرماید. امام فخرالدین رازی شافعی، فقیه، اصولی، متکلم، مفسر و از فقهای بزرگ شافعیه، متوفای 606 هجری قمری. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما بعد، الله عز وجل انسانها را به خاطر تحقق عبودیت او در میان مخلوقاتش آفریده است، همانطور که در قرآن مجید در سوره زاریات آیه 56 می‌فرماید: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من
پریها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریدم و پیامبران را برای تعلیم این هدف به میان مردم فرستاده است. و یگان قرار دادن الله عز و جل در پرستش و عبادت دین خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم است، همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله بگویید تا رستگار شوید. و لا اله الا الله یعنی هیچ معبود بر حقی وجود ندارد جز الله. و منظور از لا اله الا الله این است که مردم تمام انواع عبادت و پرستش را خاص الله قرار دهند و هر عبادتی را فقط برای او انجام دهند و انجام هر عبادتی کوچک و بزرگ برای غیر الله مخالف اصل اساسی اسلام، یعنی اصل توحید و یکتاپرستی، و مخالف کلمه طیبه لا اله الا الله است و شرک نام دارد. خداوند متعال در سوره نساء آیه 36 می‌فرماید: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تنها خدا را عبادت کنید و بس، و هیچ کس و هیچ چیزی را شریک او مکنید. متاسفانه امروزه عده‌ای از مسلمانان در اثر دوری از قرآن و احادیث پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم در این موضوع مهم دچار اشتباه بزرگی شده و بعضی از عبادات مانند سجده، طواف، ذبح، قربانی، نذر و نیاز و دعا و مددخواهی و حاجت خواهی را که فقط باید برای الله انجام گیرد برای غیر الله و از جمله برای انبیا و اولیا و قبور و ذرایعشان انجام می دهند. بدین ترتیب از راه راست الله پرستی به انبیا و اولیا پرستی، قبر پرستی، درخت پرستی، سنگ پرستی و مانند آن منحرف شده اند. در این میان عده‌ای از علمای مخلص و داعیان دین به پا خواسته و مردم را از امور شرک‌آمیز برحذر داشته و به پرستش خالصانه الله دعوت می کنند. اما عده‌ای که منافع خود را در خطر دیده و مصالح خود را در مشغول بودن مردم به خرافات می بینند و از بیداری مردم و بازگشت آنها به سوی الله و تعالیم محمد صلی الله علیه و سلم وحشت دارند، دست به کار شده و با انواع مکر و فریب سعی دارند مردم را همچنان در خرافات نگاه دارند. یکی از این حیله ها که برای بدبین کردن و ترساندن مردم از یکتاپرستی به کار بسته اند مارک زدن و اسم گذاشتن و نشر اکاذیب و شایعه سازی و اتهام دست نشانده بودن است، که حیله ای قدیمی است که در مقابل همه داعیان برحق و در برابر هر سخن حق به کار می برند. همانطور که در مقابل محمد صلی الله علیه و سلم به کار بستند. ایشان را ساحر و کذاب و کاهن نامیدند و با این مارک زدنها سعی داشتند تا مردم را از او دور کنند، تا به سخنش گوش فرا ندهند. همچنین او را به دست نشانده بودن متهم کردند و ادعا کردند که او سخنانش را من جمله قرآن از یک آهنگر یاد گرفته است. خداوند در این باره در سوره نحل آیه 103 می فرماید: ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، ما میدانیم که کفار مکه تهمت میزنند و ایشان میگویند این آیات قرآنی را خدا به محمد نمی آموزد و بلکه آن را انسانی به نام جبر رومی به دو می آموزد. و هم اکنون تاریخ دوباره تکرار می شود. عده‌ای به پا خواستند تا تعالیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم را زنده کرده و مردم را از شرک و خرافات و از پرستش غیر الله باز دارند و به راه توحید و یکتا پرستی دعوت کنند. و در مقابل اینان عده‌ای با مارک گذاری و اتهام‌های دروغین و جاهلانه درخت خرافات را آبیاری می‌کنند. می‌گویند
اینان فرقه دیگرند، مذهبی دیگرند، وهابی هستند. به اولیا و مشایخ توهین می کنند، مردم را گمراه می کنند. سبحان الله، آیا این که به مردم بگویید ای مردم فقط الله را عبادت کنید و فقط او را بپرستید، آیا این سخن گمراه کردن مردم است؟ این که بگویید ای مردم حاجاتتان را فقط از الله طلب کنید و در مشکلات فقط به او روی آورید و فقط به او توکل کنید و امیدتان فقط به او باشد و او را فریاد رس و مدد رسان خود بدانید، ای عقلا، ای منصفان، آیا این سخنان گمراه کردن مردم است یا هدایت مردم؟ آیا این سخنان خدا را به خشم می آورد یا موجب رضایت اوست؟ این که بگویید فقط خدا را سجده کنید و قبور اولیا که بندگان الله هستند را سجده نکنید، آیا گمراه کردن مردم است؟ این که بگویید خانه کعبه را باید طواف کرد و قبور را نباید طواف کرد، آیا گمراهی است؟ آیا این سخنان توهین به اولیا و مشایخ است یا گسترش تعالیم و آرمانهای اولیاء الله واقعی؟ آیا اولیا و مشایخ بر حق دین مردم را به عبادت الله دعوت دادند یا به عبادت خیش خواندند؟ آیا آنان مردم را به سجده و قربانی و دعای الله دعوت دادند یا به سجده و قربانی و دعای خیشتن؟ این دعوت، دعوت به یکتاپرستی و براندازی شرک و خرافات است. این سخنان مذهبی دیگر یا فرقه‌ای دیگر به اسم وهابیت و یا غیر آن نیست، بلکه لب دین اسلام است. این سخنان توهین به اولیا و مشایخ نیست، بلکه نشر تعالیم واقعی اولیا و مشایخ بر حق است. این دعوت، دعوت تمام پیامبران و داعیان دین در طول تاریخ است. چندی پیش در مناطق اهل سنت ایران فیلمی به نام تربیت فرزندان منتشر شده که مخلوطی از اکاذیب و خرافات و قصه های دروغین در آن جمع کرده اند. در این برنامه با استفاده از آیات قرآن مجید و تعالیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم و با استفاده از سخنان علمای اهل سنت و تفاسیر اهل سنت و دلایل عقلی و نقلی، اکاذیب و شبهات آنان جواب داده شده و قضاوت بر عهده عاقلان و منصفان است. و در واقع هدف ما تبیین حقایق، رفع شبهات و خونسا کردن دسیسه های عوامل پنهان پشت پرده این فیلم می باشد. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مژده بده به بندگانم، آن کسانی که به همه سخنان گوش فرا می دهند و از نیکوترین و زیباترین آنها پیروی می کنند، آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان بخشیده است و ایشان واقعا خردمندند. در فیلمی که به اسم تربیت فرزندان منتشر شده، دست‌اندرکاران این فیلم به جای استفاده از دلایل نقلی و عقلی برای اثبات اعتقادات خود، عده‌ای دختر نوجوان را به کار گرفته و فقط به ارائه اکاذیب و تهمت‌ها و سخنان پوچ و بی‌محتوا توسط این دختران فریب خورده بسنده کردند. لابد در میان اینان قهر و رجال شده که کسی را پیدا نکرده اند تا دلیل و مدرکی هرچند ضعیف و بی‌ارزش برای اثبات مدعای خود ارائه کند. همانطور که مستحضر هستید، غربیان برای تشویق مردم به کالاهای خود از دختران زیبارو و جوان برای تبلیغ کالاهایشان استفاده می کنند و این کار ناشی از رذالت اخلاقی و کمبود فرهنگی آنان می باشد. ولی آیا دین والای اسلام به ما اجازه چنین کار ناپسندی را می دهد؟
چطور شرافت و غیرت انسان به او اجازه می دهد که دختران و یا خواهران خود را برای تبلیغ کالایی در مقابل مردم به نمایش بگذارد؟ و آیا این دین کالاست که با این روش تبلیغ شود؟ و آیا اعتقادات دینی را با دلایل قرآنی و روایتی باید اثبات کرد و یا با زیبایی دختران ترکمنی؟ شخص وهابی میگوید فقط از خداوند طلب یاری کنید و از غیر آن به هیچ وجه استمداد نطلبید. آنها میگویند طلب یاری و کمک از غیر خداوند شرک بوده و شخص نیز مشرک میگردد. و آنها میگویند هر کس اولیای خدا و مشایخ را ندا کرده و بگوید یا امام رضا یا بهاءالدین به دادم برس و به یاریم بشتاب، آن شخص کافر گردیده و از دایره اسلام خارج می شود. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می طلبیم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. و به جای خدا کسی و چیزی را پرستش مکن و به فریاد مخوان که به تو نه سودی می رساند و نه زیانی. اگر چنین کنی و دعا و عبادت خود را به جای آفریدگار متوجه آفریدگان سازی، از ستمکاران و مشرکان خواهی شد. والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. چیزهایی را که شما به جز خدا فریاد می دارید و می پرستید، نه می توانند شما را یاری دهند و نه می توانند خیشتن را کمک کنند. هدایت از خدا، شفا از خدا، فرزندم از خدا، این سه تا باید از خدا طلبید، غیر خدا نمیده. آنها میگویند طلب یاری و کمک از غیر خداوند شرک بوده و شخص نیز مشرک میگردد. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه این عذاب ربک کان محذورا. ای پیغمبر، به مشتکان بگو کسانی را که به جز خدا شایسته پرستش میپندارید به هنگام بلا به کمک بخوانید، اما خواهید دید که نه توانایی دفع زیان و رفع بلا از شما را دارند و نه میتوانند آن را دگرگون سازند و ناخوشی ها را به خوشی ها تبدیل کنند و یا اینکه از اندوه دردها بکاهند. آن کسانی را که به فریاد می‌خوانند و خداگونه هایشان می‌دانند، آنان که از همه مقرب‌ترند به درگاه یزدان همچون عیسی و عزیر و فرشتگان برای تقرب به پروردگارشان وسیله می‌جویند که طاعات و عبادات است و به رحمت خدا امیدوار و از عذاب او هراسناکند، چرا که عذاب پروردگارت چنان شدید است که باید از آن خیشتن را دور و برحذر داشت. حالت سوم توسل، توسل به دعای انسان صالح در حیاتش. معنیش چیه؟ یعنی کسی سر قبر کسی نره دست دراز بکنه. اگر سر قبر مرده رفتید، حتی پیغمبرم باشه، دست دراز کردی پیغمبر بده شفا بده مشکل حل بکن، این شرکه. و هر کسی با شرک از دنیا بره بخشوده نمیشه. اگر شخصی بگوید استمداد از اولیاء خدا، شهدا و سادات به منزله عبادت آنهاست، اثبات شریک برای خداوند است، مرده ها نمیتوانند هیچ گونه سودی برای شما برسانند،
قطعا بدانی که وی وهابی است. ناخوشی، در صحت و سلامتی، در رنج و بلا، این ما باید بررسی کنیم. امروز این نزاع هست، یک ادعی انبیا را میخوانند، یک ادعی اولیا را میخوانند، یک ادعی دیگران و فرشتگان را من خبر ندارم که در عصر ما بخوانند و در عصر رسول الله ابو جعلها پرشته ها را هم بیخاندند. خود پیغمبر دارای چه عقیده‌ای بوده؟ در این بود، فقط سیرت پیغمبر را لحظه ملاحظه کنید. آدرس کامل سوره جن رکوع 2 از آیه 20 تا 21 و 22 خدا با کلمه قل اعتقاد پیغمبر را به ما معرفی می کند. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. بگو تنها پروردگارم را می پرستم و کسی را انباز او نمی کنم. بگو من نمی توانم هیچ گونه زیانی و سودی به شما برسانم و به هیچ وجه نمی توانم گمراهتان سازم یا هدایتتان دهم. بگو اگر من از خدا نافرمانی کنم هیچ کس مرا در برابر خشم خدا پناه نمی دهد و پناهگاهی برای حفظ خود از عذاب خدا جز خدا نمی یابم. هزار تا ماشین رد میشه، شاید 10 تا ماشین فقط نوشته پشتش فقط خدا. باقی خدا هیچ کار هست، حتی پشت ماشینا. برو دست فلانی همراد، برو نمیدونم فلان حفظ فلانی همراد، فلانی نگهدارت باشه، فلانی فلانت باشه، بیمه فلان. هزار تا ماشین رد میشه، شاید 2 تاش نوشته فقط خدا. وقتی اون 2 تا رو ببینی تعجب میکنی، هزار تا ماشین رد شد فقط 2 تاش نوشته فقط خدا. اگر کسی بگوید مرده ها دارای شعور نیستند و چیزی را نمی شنوند و کسانی را هم که برای زیارت آنان می روند نمی شناسند، قطعا بدانید که وی وهابی است. و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. و مردگان و زندگان هم مساوی نمی باشند، خداوند هر کس را بخواهد شنوا می گرداند و تو نمی توانی مردگان آرامیده در گورها را شنوا گردانی. و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له. دیگه اگر اصول عربی را نگاه کنید، من برای زویل کل یا برای غیر زویل کل، اکثر و بیشتر اونهای که اهل علمن این حرفها را می فهمن، من لا یستجیب له الى یوم القیامه. چرا جواب نمیدن تا روز قیامت؟ و هم ان دعائهم غافلون. انبیاء و اولیاء از حال شما خبر دارن،
بگی خبر دارم. اگر خبر داشته باشد پیغمبر از روسیاهی های من و شما، شما خودتان بگید آیا پیغمبر راحت است یا رنج است؟ نه راحت است، نه؟ ابو جهلها را میدیز در گمراهی، پیغمبر اینقدر ناراحت میشد که خدا میگه لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. و بعد از وفات ناراحتیه یا راحته؟ و حال بنگریم شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه در این باره چه میفرماید. از شریک نمودن خلق با خالق و درخواست نیاز از آنان اجتناب نما. حوائج خیش را تنها از ذات حق طلب کن، بدان که درخواست حاجات از خلق بزرگترین عقوبتی است که شخص در دنیا بران گرفتار شود. تا به کی بر خلق تکیه می کنی؟ باید بدانی کسی جز خدا قادر به نفع و ضرر رساندن بر تو نیست. واسطه ها را از میان خود بردارید که بر آنها تکیه کردن جز هوس بیهوده چیز دیگری نیست. ای خواستار نعمت از غیر خدا، بدان که تو عاقل نیستی. آیا چیزی هست که در خزانه کبریایی الله عز و جل وجود نداشته باشد تا از غیر او طلب کنی؟ ای نادان، تو مدعی علم و دانشی؟ نه، تو جاهلی، چرا که دنیا را از غیر خدا طلب می کنی و رهایی از مشکلات را در شکوه و شکایت نزد خلق جستجو می کنی. خیر و بخشش و منع تماماً در ید قدرت اوست. توانمندی و درویشی و عزت و خواری نیز به مشیت اوست. کسی را در این امر اختیاری نیست. پس عاقل کسی است که فقط به درگاه او روی آورد و از توسل به درگاه خلق اعراض نماید. ای غلام، بترس از اینکه خداوند متعال در دلت غیر خود را ببیند و خارت کند. بترس از اینکه در قلبت خوف غیر خدا و امید به غیر خدا یا مهر غیر خدا را ببیند. دلهایتان را از غیر خدا خالی کنید. سود و زیان را جز از خدا از دیگری طمع ندارید. شما در خانه خدایید و مهمان او می باشید. ای گم شدگان راه آخرت، ای دل مردگان، ای مشرکین که سببهای ظاهری را می بینید و از مسبب واقعی غافلید، ای بت پرستان، آن را طلب کنید که شما را به سرمنزل مقصود و راه آخرت دلالت می کند. هر کس سود و زیان را جز از خدا بداند بنده خدا نیست، بلکه او بنده آن کس یا آن چیزیست که نفع و ضرر خیش را وابسته به دو می داند. ای غلام، چگونه ممکن است قلب و باطنت صفا پذیرد در حالی که شرک اتکاب خلق را در دل داری؟ چگونه رستگار می شوی در حالی که هر شب در اندیشه آنی که فردی را تعیین کرده و فردا به سویش رفته و دست تکدی و توقع به سویش دراز نمایی؟ وقتی ذره ای از توحید در قلبت وجود ندارد، چگونه انتظار صفا داری؟ نمیدانی که توحید نور است و شرک ظلمت. هر آنچه را که بر آن اعتماد میکنی خدای توست. تمام آنچه را که از آن خوف و رجا داری خدای توست. گفتارت با قلبت هماهنگ نیست، رفتارت با گفتارت تناسبی ندارد. آیا شرم نداری که لا اله الا الله میگویی اما در دل هزار خدای دیگر نهفته داری؟ اخلاص داشته باشید و از شرک دوری کنید. درگاه خدای عزوجل را ترک نکنید و تمام نیازهای خود را از خدا بخواهید نه از دیگران.
از او کمک بگیرید نه از غیر او، بر او توکل کنید نه بر کسی دیگر. تصوف از صفا مشتق است، ای کسی که لباس پشمینه پوشیده ای، بدان که صوفی صادق کسی است که قلبش از غیر خدا زدوده شده باشد و این چیزی است که با خرقه پاره و روی زرد گردانیدن و نشانه ها را جمع کردن و زبان را به لکنت انداختن و از صلحا حکایت باز نمودن و انگشتان را به علامت تسبیح و تحلیل تکان دادن میسر نمی شود، بلکه با صدق و راستی در طلب حق عزوجل و زهد از دنیا و اخراج خلق از دل و دوری از غیر خدا ممکن می گردد. قلبت را مسجد قرار بده و در این مسجد قلب جز خدا از کسی یاد مکن. خدای عزوجل فرموده و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. اگر شخصی بگوید نزد سادات و اولاد رسول الله و نوادگان ایشان نروید و از آنها دعا و تعویذ نگیرید، به اولیای خدا و مرشدین طریقت تمسک نکنید، قطعا بدانید که وی وهابی است. دوم، شفا باید از خدا طلبید. پیش سید رفتن و هیکل کردن و نمیدونم بچه‌م شفا بده و برید که فلانجا شفا میدن و اونهایی که آدرس میدن فلانجا دعا مینویسن، فلانجا هیکل میبندن، فلانجا نمیدونم قند باد میزنن، فلانجا گل باد میزنن، گل به خورده مردم میدن. یعنی اسلام و عقیده اینطور پوشالی شده که گل باد بزنن بخورید. بعضی موقع به مسلمونی سلام میکنید تو بغل میگیرید، ما تو همین مراسم ها زیاد میریم، یه مسلمونی میاد بازوش خیلی، حالا تا میتاری تو بغل گرفتی، مشخصه که 5 تا هیکل به ردیف درجه 1 و 2 و 3 و 4 تا 5 بسته. اینه چیه؟ دوست هم کرده نشه، یکی هم رو فرمان ماشه نشه، این نمیدونم نظر بره، این فلانه، خدا هیچ کاره هست. وقتی هم این هیکل ها رو باز میکنید که همش خط کشیدن بس، بازی کردن، یک سری رمز و رموزات است که با جن سر و کار دارن، بعد میخواد خدا قبولش بکنه. وقتی عقیده متزلزله خدا چطوری نصرت بکنه؟ هدایت از خدا باید بطلبی، شفا از خدا باید بطلبی. همسرش حامله نمیشه، باید بره گل بخوره، قند بخوره، نمیشه نمیشه. یکی از ترفندهای بزرگ و عظیم شیطان و شیطان صفتها متاسفانه این سحر و جادو و جادوگری است، چنان که بسیاری از مردم ساده‌لوح و ارشد مؤمن ما متاسفانه فریب این شیادان را خوردن و به گمان این که اینها از غیب سخن میگویند، غیب دانن، شانه بینن، به اصطلاح ساحرن، عالم الغیب نعوذ بالله من ذلک، در هنگام مشکلات، امراض، دزدی‌ها و سایر گرفتاری‌ها به این افراد شیاد و دزدهای بالاخره در پوستین میش شرکت مراجعه میکنن تا اینکه مشکل خودشان را حل کنن و غافل از اینکه الله عزوجل به صراحت میفرماید قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. بگو که هیچ انسانی، هیچ مخلوقی، هیچ بشری در دنیا غیب رو نمیتونه تشخیص بده و از غیب نمیداند غیر از ذات عزوجل الله، عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا. الله عزوجل صرف عالم الغیب است و از غیب حتی به عقیده اهل سنت حتی انبیا و ائمه هم نمیتوانند سخن بگویند و اونها یارای دانستن غیب رو ندارند. پس چگونه ما به یک بشری بیاییم به هر حال دل ببندیم و بگیم این از غیب خبر داره؟ امروز به خدا قسم زنها رو به ویژه خانما گوش کنن، زنها رو میبرن برای دم و تعویذ و دعا، مردها رو بیرون میکنن، میگن من باید بفهمم که این جنیه یا بیماری دیگر داره، شما برید بیرون، این زن باید تنها در خانه باشه. الله اکبر، این شیاده،
این دزده، این راهزنه، میخواد مولوی باشه، میخواد صوفی باشه، میخواد زاهد باشه، میخواد عالم باشه، میخواد آقا باشه، میخواد هر مرگ و درد و کوفت زهرماری که باشه. این به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم این شیاده. خود رسول الله میفرماید که هیچ مردی با زنی در خانه تنها نخواب، تنها نباشد، که اگر یک زن و مرد نامحرمی در خانه بشینن، سومیشون شیطانه. اگر کسی بگوید حیوانات و نزوراتی که به زیارتگاه های اولیای خدا و بزرگان دین برده و ذبح می شوند همگی حرام بوده است و خوردن از گوشت آنها به هیچ وجه جایز نیست، قطعا بدانید که وی وهابی است. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. بگو هر آینه نماز من و حج من و قربانی من و زندگانی من و موت من همه برای خداست. پروردگار عالم ها هیچ شریک نیست او را و به این توحید فرموده شد مرا و من نخستین مسلمانانم. فصلی لربک وانحر. حال که چنین است تنها برای پروردگار خود نماز بخوان و قربانی بکن. طبری و قرطبی از محمد ابن کعب روایت می کنند که در باره این آیه گفت عده‌ای از مردم برای غیر الله نماز می خواندند و برای غیر الله قربانی می کردند و ما به تو کوثر عطا کرده ایم، پس فقط برای الله نماز بخوان و فقط برای او قربانی کن. قسم باید فقط به خاطر خدا باشه، نظرم برای خدا، ذبح هم برای خدا. ذبح هم نباید کنار درختی باشه که مردم اونجا اعتقاد دارن، یا کنار سنگ قبر باشه، یا در زیارت باشه. ذبح باید تو خانه باشه. بسم الله الله اکبر. چه ذبح بکنی بسم نام خدا نیارید اون گوشت حرامه بخورید، چه ببرید کنار یک سنگ مقدسی یا زیارتی، اونجا حتی اگه بسم الله هم بگید اون گوشت حرامه بخورید. ولی ما میخوریم. من خودم صد بار دیدم که گوسفند رو تو تاکسی وار کردن، یه دیواری هست، یه قبر اونجا هست، باز میکنن و گوسفند رو پیاده میکنن و کار میذارن و از موقع ما را میبینن شرمنده میشن. اون موقع خدا نیستی. کفار قریش سنگهایی داشتن اسمش نصب بود، کنار بت‌هاشون گذاشته بودن، اونجا قربانی میکردن برای بت‌ها. سیدنا علی رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که ایشان میفرمایند لعن الله من ذبح لغیر الله. الله لعنت کند کسی را که برای غیر الله قربانی میکند. صحیح مسلم، حدیث شماره 3657. امام ابو زکریا نووی که در قرن هفتم حدود 500 سال قبل از شیخ محمد ابن عبدالوهاب میزیسته و از فقهای بزرگ مذهب شافعی و به شافعی دوم معروف است، در شرح صحیح مسلم درباره حدیث لعن الله من ذبح لغیر الله میفرماید منظور از قربانی برای غیر الله این است که به اسم غیر الله قربانی شود، مانند کسی که برای بت یا صلیب یا موسی یا عیسی صلی الله علیه ما یا کعبه و مانند آن قربانی کند، که همه اینها حرام است و گوشت این قربانی حلال نیست، که ذبح کننده مسلمان باشد یا نصرانی باشد یا یهودی. امام شافعی به این مطلب تصریح کرده است و اصحاب ما بر آن اتفاق نظر دارند و اگر همراه ذبح قصد بزرگ داشت و پرستش کسی را که برای او ذبح می کند داشته باشد، این عمل کفر است و اگر ذبح کننده قبل از آن مسلمان بوده باشد، با این ذبح کردن مرتد می شود. مؤسس و بنیانگذار وهابیت کیست؟ محمد ابن عبدالوهاب نجدی. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه یکی از مبلغان بزرگ توحید و یکتاپرستی بودند که حدود 300 سال پیش
در سال 1115 هجری قمری در سرزمین وحی متولد و پس از مدتی تلاش و مجاهدت و مبارزه با شرک و خرافات در سال 1206 هجری قمری وفات یافتند. ایشان در طول عمرشان علمای بسیاری را تربیت کرده و نهضتی جهانی را برای بیداری مسلمین به وجود آوردند. دعوت ایشان دعوت به بازگشت قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مبارزه با خرافات و التزام عملی به دستورات دین اسلام بود. دیری نگذشت که نهضتی که ایشان به وجود آورده بودند شرق و غرب جهان اسلام را در بر گرفت و موجی از بیداری در امت اسلام به وجود آمد. در دورانی که هندوستان مستعمره انگلیس بود، عده‌ای از مسلمانان هندوستان که برای مراسم حج و تحصیل علم به دیار عربستان رفته بودند، با جنبش بیداری شیخ محمد ابن عبدالوهاب آشنا شده و تحت تأثیر آن قرار گرفتند. آنها در راه بازگشت به هندوستان تصمیم به بیدار کردن مردم هندوستان و دعوت آنان به قیام و مبارزه و جهاد علیه استعمار پیر انگلیس گرفتند. مدت زیادی از شروع دعوت آنها نگذشته بود که وزارت مستعمرات انگلستان از این جنبش آگاه شده و برای خاموش کردن آن نقشه شومی پیاده کردند. به این ترتیب که عده‌ای از مزدوران دست نشانده خودشان را مأمور کردند تا میان مسلمین هندوستان به دروغ شایع کنند که اینان که مردم را به مبارزه علیه استعمار دعوت می کنند مسلمان نبوده و دارای عقیده منحرف هستند و می خواهند مردم را گمراه کنند. دولت انگلیس این مبارزان را وهابی نام گذاشت و به دروغ شایع کرد که فرقه‌ای در عربستان به وجود آمده به اسم وهابیت که این مبارزان وابسته به آنان هستند و با این تبلیغات شور قیام و مبارزه را خاموش کرده و مردم را از آن مبارزان دور کردند و بدین ترتیب استعمار هندوستان تا سالهای طولانی ادامه پیدا کرد. این بود حقیقت آن چیزی که امروز عده‌ای آن را وهابیت می‌نامند. و از عجایب روزگار ما این است که عده‌ای دانسته یا نادانسته سیاست کهنه انگلیس را هنوز ادامه می‌دهند و مزدور بیمزد آنان شدند. دعوت به توحید و یکتاپرستی را وهابیت و انحراف و گمراهی می نامند و دعوت به شرک و خرافات را صراط المستقیم و دین ناب می نامند. هر کس را که لب به یکتاپرستی می گشاید و مردم را از خرافات نهی می کند بلافاصله مارک وهابیت را به او می چسبانند تا کسی جرأت نکند هیچ روزی از توحید سخن بگوید و با خرافات مبارزه کند. آری، هر کس که بخواهد به وهابیت متهم نگردد باید بر خرافات سکوت کند و چشم از دیدن حقایق فرو بندد و به سخن حق گوش فرا ندهد. آری، هر کس که سخن حق بگوید وهابی است. هر کس که فقط الله را بپرستد وهابی است. هر کس که با خرافات و بدعت‌ها مبارزه کند وهابی است. جاهلان و دشمنان دین این را می‌خواهند. اگر مبلغان دین را وهابی می‌نامید، پس قرآن را چه می‌خواهید نام دهید؟ آیا قرآن که سراسر مبارزه با شرک و دعوت به یکتاپرستی می‌نماید، نعوذ بالله کتاب وهابیان است؟ پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم را چه نام می‌گذارید که 23 سال عمر شریفشان را در راه مبارزه با شرک فدا کردند؟ انبوه علمای تاریخ اسلام که همگیشان با شرک و خرافات مبارزه کردند را چه می نامید؟ وا حسرتا بر امت اسلام که این چنین دین حق در میانشان قریب گشته است. وا اسفا بر زحمات علمای دین که این چنین ملعبه دست جهال گشته است. علمای اسلام از هر مذهبی با شرک مبارزه کردند و شرک بودن نذر و نیاز و قربانی برای قبور و کمک خواستن از آنها را بیان کردند و این مسئله
ابداع شیخ محمد ابن عبدالوهاب یا کسی دیگر نیست، بلکه مورد اتفاق چهار مذهب معروف اهل سنت می باشد. اینک اقوالی را از فقهای مذاهب اربعه که پیش از شیخ محمد ابن عبدالوهاب می زیستند نقل می کنیم. مذهب شافعی، امام فخرالدین رازی شافعی، فقیه، اصولی، متکلم، مفسر و از فقهای بزرگ شافعیه، متوفای 606 هجری قمری که در قرن ششم هجری قمری یعنی بیش از 500 سال پیش از شیخ محمد ابن عبدالوهاب میزیسته، در تفسیر کبیرش در تفسیر سوره یونس آیه 18 میفرماید: نوع چهارم بت پرستی. مشرکین بت‌ها را بر اساس چهره پیامبران و بزرگانشان ساخته بودند و گمان می‌کردند که اگر به پرستش این مجسمه ها مشغول باشند، آن بزرگان شفیع اینان نزد خداوند متعال خواهند بود. و نظیر آن بت پرستی در این زمان مشغول شدن بسیاری از مردم به بزرگ داشت قبور بزرگان است، بر اساس این اعتقادشان که اگر قبورشان را احترام و بزرگ داشت کنند، آن بزرگان شفیع اینان نزد الله خواهند بود. محدث شام و فقیه شافعیه، امام ابو شام رحمت الله علیه، متوفای 650 هجری قمری که در قرن هفتم هجری یعنی حدود 500 سال پیش از شیخ محمد ابن عبدالوهاب میزیسته است، در کتابش به اسم الباعث على انکار البدع والحوادث بعد از ذکر مثال هایی از افعال جاهلانه و شرکالود عده‌ای از مردم جاهل زمانش می‌فرماید: کفر و بت پرستی با امثال همین امور شروع شده است و از جمله این امور همین کارهایی است که بسیاری از مردم بدان گرفتار شدند و شیطان آن اعمال را در نظرشان آراسته است، مانند اطراگین کردن دیوارها و ستونها و قرار دادن چراغ در مکانهایی مخصوص که در هر شهری رواج دارد. راوی برای مردم حکایت می کند که خوابی برای شخصی که مشهور به تقوا و درستکاری است دیده. بعد از آن اهمیت این اماکن در قلوبشان بیشتر می شود و با نذر کردن برای این اماکن شفای بیماران و برآورده شدن حاجاتشان را از این مکانها امید دارند و این مکانها معمولا چشمه یا درخت یا دیواری می باشد و در شهر دمشق که خدا آن را از این اعمال مصون کند مواضع متعددی از این قبیل است. فقیه مجاهد امام ابن نحاس شافعی رحمت الله علیه، متوفای 814 هجری قمری که حدود 300 سال پیش از شیخ محمد ابن عبدالوهاب میزیسته است، در کتابش به اسم تنبیه الغافلین میفرماید: و از جمله گناهان کبیره‌ای که مردم انجام می‌دهند این است که نزد برخی سنگ‌ها و درختان و چشمه‌ها و چاه‌ها چراغ روشن می‌کنند و می‌گویند که آنجا نذر قبول می‌شود و همه اینها بدعت‌های شنیع و منکرات قبیحی هستند که از بین بردن آنها و محو آثارشان واجب است و بسیاری از جهال معتقدند که آنها نفع و ضرر می‌رسانند و در صورت نذر کردن برای آنها مریض را شفا می دهند و گمشده را بر می گردانند و این شرک و مخالفت با الله تعالی و رسولش صلی الله علیه و سلم است. علامه احمد ابن علی مقریزی شافعی رحمت الله علیه، متوفای 845 هجری قمری که حدود 270 سال پیش از شیخ محمد ابن عبدالوهاب می زیسته، در کتابش به اسم تجرید و توحید المفید می‌فرماید: و شرک عمم دو نوع است، شرک در الوهیت و شرک در ربوبیت، و شرک مشرکین غالبا شرک در الوهیت و عبادت است، مانند شرک بت پرستان و فرشته پرستان و جن پرستان و شیخ پرستان و پرستندگان صالحین زنده و مرده، همان کسانی که می‌گویند ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یعنی ما آنان را پرستش نمی کنیم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانند و ما را نزد او شفاعت کنند و به سبب قرب و کرامت آنها نزد الله
ما نیز قرب و کرامتی پیدا کنیم. همانطور که در دنیا هر کس به یاران و نزدیکان و خواص پادشاه خدمت کند، دارای احترام و نزدیکی نزد پادشاه می شود. و همه کتاب های الهی از اول تا آخرشان این عقیده را ابطال و رد می کنند و طرفدارانش را تقبیح کرده و تصریح می کنند که آنها دشمنان الله تعالی هستند و تمام پیامبران صلوات الله علیهم از اول تا آخرشان بر این اتفاق دارند و خداوند متعال هیچ امتی را هلاک نکرده مگر به سبب و به خاطر این شرک. و باز علامه مغریزی رحمت الله علیه می فرماید و مردم در باره زیارت قبور سه دسته اند. عده‌ای مردگان را زیارت کرده و برای آنها دعا می کنند و این زیارت شرعی است، و عده‌ای آنها را زیارت کرده و با وسیله و واسطه قرار دادن آنها دعا می کنند، یعنی از آنها شفاعت و واسطه گری طلب می کنند. و اینان مشرکین در الوهیت و محبت هستند و عده‌ای آنها را زیارت کرده و خود آنها را به کمک می خوانند، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یعنی خداوندا مگذار قبرم بتی شده و پرستیده شود. و اینان مشرکین در ربوبیت هستند. و باز ایشان می فرمایند و از خصائص الوهیت سجده است، پس هر کس برای غیر الله سجده کرد آن مسجود را به الله تشبیه کرده. و باز از خصائص الوهیت توکل است، پس هر کس بر غیر او توکل کند آن را به الله تشبیه کرده. و از خصائص الوهیت توبه است، پس هر کس برای غیر او توبه کند در واقع او را به الله تشبیه کرده. و از خصائص الوهیت قسم خوردن به اسم اوست، پس هر کس به غیر او قسم خورد آن را به الله تشبیه کرده است. و از خصائص الوهیت ذبح است، پس هر کس برای غیر او ذبح کند آن را به الله تشبیه کرده است. و از خصائص الوهیت حلق الرأس است و غیر آن. این در بعد تشبیه کردن بود، اما در بعد تشبه هر کس خود را بزرگ دانسته و تکبر کند و مردم را به قلوف کردن در باره خود و بیم و امید از خود بخواند، خود را به الله شبیه کرده و در ربوبیتش به منازعه پرداخته است و شایسته اوست که الله او را به بدترین وجه خار کند و او را مانند ذره‌ای زیر اقدام خلقش بیندازد. امام ابن حجر هیتمی شافعی رحمت الله علیه متوفای 974 هجری قمری که حدود 170 سال پیش از شیخ محمد ابن عبدالوهاب میزیسته است، در شرح اربعین نووی میفرماید هر کس غیر الله را به فریاد بخواند کافر است. مذهب حنفی. امام بزازی حنفی رحمت الله علیه متوفای 827 هجری قمری که حدود 300 سال پیش از شیخ محمد ابن عبدالوهاب میزیسته، در فتاوای بزازیه میفرماید علمای ما میگویند هر کس بگوید ارواح مشایخ حاضر است و احوال مردم را میداند کافر میشود. و همچنین شیخ قاسب ابن قطلو بقای حنفی رحمت الله علیه متوفای 879 هجری قمری که حدود 250 سال پیش از شیخ محمد ابن عبدالوهاب میزیسته، در شرح درر البحار میفرماید نظری که بسیاری از مردم انجام میدهند، طوری که نزد قبر بعضی از صالحین رفته و میگویند ای سرورم گم شده ام را برگردان، یا مریضم را شفا بده، یا حاجتم را برآورده کن و در مقابل فلان قرض طلا یا غذا یا شم و غیره برایت میدهم، این گونه نذر به اجماع باطل است. به چند دلیل، از جمله اینکه نذر برای مخلوق جایز نیست و اینکه او گمان میکند که مرده در امور مردم دخل و تصرف دارد، در حالی که این اعتقاد کفر است.
و مردم به این کار مبتلا شدند، به خصوص در مراسم میلاد شیخ احمد بدوی. و نیز شیخ صنع الله حلبی حنفی رحمت الله علیه متوفای 1120 هجری قمری در کتابش به اسم سیف الله علی من کذب علی اولیاء الله می‌فرماید: امروزه بین مسلمین جماعاتی ظاهر شده که ادعا می‌کنند اولیا در حیات و بعد وفاتشان تصرفاتی دارند و در شدائد و بلاها میتوان از آنها کمک گرفت و مشکلات به وسیله آنها حل میشود، نزد قبرهایشان رفته و برای برآورده شدن حاجاتشان آنها را ندا میکنند و اینطور استدلال میکنند که اینها کرامات است. و شیخ ادامه میدهد تا آنجا که میگوید این سخن پر از افراط و تفریط است، بلکه در آن هلاکت ابدی و عذاب سرمدی است، به خاطر آنکه در آن نسیم شرک محقق و تصادم با قرآن است و مخالف عقاید ائمه و اجماع امت می باشد. مذهب حنبلی، شیخ حنابله امام ابوالوفا علی ابن عقیل حنبلی رحمت الله علی متوفای 513 هجری قمری که در قرن پنجم و ششم هجری قمری یعنی 600 سال پیش از شیخ محمد ابن عبدالوهاب میزیسته، در کتابش به اسم الفنون میفرماید: وقتی تکالیف بر جاهلان و اراذل مشکل آمد، از قوانین و رسومات شرع به رسوماتی که خود برای خودشان وضع کرده بودند روی آوردند و این کار برایشان آسان آمد، چرا که دیگر تحت امر دیگری نبودند و اینان در نظر من کافر هستند. به خاطر ساختن چنین رسوماتی مثل بزرگ داشت قبور و اکرام آنها با روش هایی که شریعت از آن نهی کرده است، مانند آتش روشن کردن و بوسیدن و اسراگین کردنشان و خطاب قرار دادن مردگان برای برآورده شدن حوائج و نوشتن نامه هایی که در آن می نویسند ای سرور و مولای من چنین و چنان برایم انجام بده، یا خاک برداشتن برای تبرک و ریختن عطر بر روی قبور و بار سفر بستن به سوی آنها و پارچه آویزان کردن از درختان که در واقع اقتدا به کسانی است که لات و عزا را می‌پرستیدند. و نیز شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه متوفای 728 هجری قمری که در قرن هفتم و هشتم هجری یعنی 400 سال پیش از شیخ محمد ابن عبدالوهاب می‌زیسته و از بزرگترین دانشمندان اسلام و عالم به چهار مذهب و از فقهای بزرگ مذهب حنبلی می باشد، در الرسائل السنیه می فرماید: هر کس در باره پیامبری یا انسان صالحی خلوف کرد طوری که نوعی الوهیت برایش قرار داد، مثلا او را به جای الله به کمک بخواند به این ترتیب که بگوید ای سرورم فلان مدد کن یا مرا پناه ده، یا تو برای من کافی هستی و من در پناه تو هستم، همه اینها شرک و زلالت است. از صاحبش باید طلب توبه شود و اگر توبه نکرد باید کشته شود، چون خداوند متعال پیامبرانش را برای این منظور فرستاده که فقط او عبادت شود و معبود دیگری همراه او قرار داده نشود. و کسانی که با الله معبودان دیگری مثل فرشتگان یا عزیر یا صالحین یا غیر آن قرار می دادند، معتقد نبودند که آن معبودانشان خلق می کنند و یا رزق و روزی می دهند و فقط آنها را به فریاد خوانده و می گفتند هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینان میانجی های ما نزد خدایند. پس خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را نهی کند از اینکه غیر الله را دعا کنند، چه دعای عبادت و چه دعای استغاثه و طلب کمک. و همچنین در کتاب الاغناء که از کتب معروف فقه حنبلی می باشد و حدود 150 سال پیش از شیخ محمد ابن عبدالوهاب تألیف شده، در باب حکم مرتد چنین آمده است: هر کس بین خود و الله واسطه هایی قرار داده و آنها را به کمک بخواند، به اجماع علما کافر می شود. مذهب مالکی،
امام ابوبکر طرطوشی مالکی رحمت الله علیه از فقهای بزرگ مالکی متوفای 510 هجری قمری که در قرن پنجم و ششم هجری قمری یعنی حدود 600 سال پیش از شیخ محمد ابن عبدالوهاب میزیسته است، در کتابش به اسم الحوادث والبدع بعد از ذکر حدیث درخت ذات انوات میفرماید: بررسی کنید خدا بر شما رحم آورد، هر کجا سدر یا درختی را دیدید که مردم به آن روی آورده و آن را مهم میپندارند و شفای بیمارانشان را از آن امید دارند و میخ و پارچه به آن آویزان میکنند، آن را قطع کنید که همان ذات انوات است. آنان از اولیا و مجتهدین پیشین عیب جویی کرده و همه مسلمانان جهان را مشرک می شمارند. و باز آنها می گویند مذاهب فقهی همگی خرافات است. مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بدون استثناء همگی باطل و بیهوده هستند. و باز آنها می گویند عصای دستم بهتر از حضرت محمد است، زیرا با آن عصا می توان حیوانات موذی را از خود دفع نمود، اما محمد مرده و هیچ نفعی از ایشان به جا نمانده است. آنها می گویند گناه کسانی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صلوات می فرستند از گناه زن فاحشه و بدکار بیشتر و سنگین تر است. شخص وهابی از مذاهب عیب جویی می کند به شخصیت‌های بزرگی مثل امام اعظم ابو حنیفه طعن کرده و به مجتهدین ناسزا می گوید: سبحانك هذا بهتان عظیم. این تهمت‌های سخیف و وقیحانه که دروغ بودن آنها بر عاقل پوشیده نیست نشان دهنده عجز و ناتوانی سازندگان فیلم مذکور می باشد، چرا که اگر کسی برای اثبات عقاید خود و رد عقاید دیگری دارای دلیل و برهان باشد، به دروغگویی و تهمت سازی و شایع پراکنی در مورد مخالفش نمی پردازد. و این اکاذیب در زمان خود شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه نیز در مورد ایشان گفته می شد و شیخ محمد ابن عبدالوهاب در نامه های خود مکرر ساختگی بودن این تهمت ها را بیان کرده و جوابشان را داده اند. و عجیب است که هنوز جاهلان این تهمت ها را تکرار می کنند. خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. کسانی که مردان و زنان مؤمن را بدون اینکه کاری کرده باشند و گناهی داشته باشند آزار می‌رسانند، مرتکب دروغ زشتی و گناه آشکاری شدند. این بهتان عظیمی هست و اگر از این بهتان دست نکشند، خدای عز و جل فرموده است که من آزالی ولیان فقط آزنته للحرب، منتظر عذابهای گوناگون باشند. و همکنون قسمت هایی از نامه های شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه را که جواب این اکاذیب را در آن نامه ها دادند با هم میخوانیم. از محمد ابن عبدالوهاب به برادر دینیم عبدالرحمن ابن عبدالله: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و اما بعد، نامه شما به دستم رسید و مرا خوشحال کرد. از خداوند متعال میخواهم که تو را از پیشوایان متقین و داعیان دین سید المرسلین قرار دهد. تو را خبر میدهم که من به حمد الله متبع دین هستم نه مبتدع. عقیده و دین من که با آن الله را میپرستم عبارتند از مذهب اهل سنت و جماعت که بزرگان دین بر آن هستند، مانند ائمه اربعه و پیروانش تا روز قیامت.
و باز می‌فرماید و به ما انواع افتراعات را نسبت داده‌اند طوری که مشکلات زیادی به وجود آمده و شیطان و شیطانیان را بر ما شورانیدند. از جمله این افتراعات این است که بهتان‌هایی را شایعه کرده‌اند که عاقل از گفتن آن خجالت می‌کشد که برسد به آنکه آن را به کسی نسبت دهند. مثلا همانطور که خودتان در نامه‌تان گفته اید که من تمام مردم را تکفیر می کنم جز پیروان خودم را و من نکاح آنان را صحیح نمی دانم. یا عجبا، چطور چنین چیزی در عقل عاقلی خطور می کند و آیا مسلمانی چنین سخنی می گوید؟ من به الله پناه می برم از این سخن که جز ناقص العقل نادان آن را نمی گوید. خداوند اهل غرض و باطل را نابود کند و همچنین نهی از صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و سلم به هر لفظی که باشد. نسبت این سخن به من دروغ و بهتان است و خلاصه هر سخنی غیر از دعوت مردم به توحید و نهی از شرک را که به من نسبت دهند همه اش بهتان است. و اما مسئله تکفیر، من هر کس که دین پیامبر را بشناسد و سپس بعد از اینکه آن را شناخت آن را ناسزا گوید و مردم را از آن نهی کند و با پیروانش دشمنی کند، چنین شخصی را تکفیر می کنم و اکثر امت اسلام به حمد الله اینطور نیستند. و از جمله چیزهایی که به منظور پوشاندن حق و مشبه کردن امور بر مردم به دروغ به ما نسبت می دهند این است که ما قرآن را به رأیمان تفسیر می کنیم و فقط احادیثی را که با فهم ما موافق باشد قبول می کنیم بدون اینکه به شرح مراجعه یا از عالمی کمک گرفته باشیم. و ما با گفتن سخنانی مقام و منزلت پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم را می کاهیم، مانند اینکه می گوییم او در قبرش پوسیده است یا عصای یکی از ما از ایشان سودمندتر است و او شفاعتی نخواهد کرد و زیارتش مستحب نیست. و ما بر اقوال علما اعتماد نداریم و مؤلفات اهل مذاهب را از بین میبریم بدین خاطر که حق و باطل در آن آمیخته است. و اینکه ما همگی مردم زمانمان را و مردم بعد از قرن ششم هجری را تکفیر میکنیم مگر کسانی که بر عقیده ما باشند. و ما از صلوات پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی میکنیم و ما زیارت مشروع قبور را مطلقا حرام میدانیم. این سخنان هیچ صحتی ندارد و در باره جمیع این خرافات و امثالشان هر کس که از ما جویا شود، اولا در جواب همه آنها میگوییم سبحانک هذا بهتان عظیم، سبحان الله این بهتان بزرگی است. هر کس چیزی از این موارد را از ما حکایت کرد یا به ما نسبت داد بر ما دروغ بسته و افترا زده. و هر کس که ما را ببیند و هم مجلس ما شود و درباره ما تحقیق کند قطعا می داند که همه اینها را دشمنان دین و برادران شیطان ساخته و بر ما افترا بستند تا مردم را متنفر کرده و از اذعان اخلاص توحید خدا در عبادت و ترک انواع شرک باز دارند، شرکی که خداوند متعال درباره آن می فرماید إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بیگمان خداوند هرگز شرک به خود را نمی بخشد ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود بخواهد می بخشد. ما معتقد هستیم که هر کس گناهان کبیره ای مانند آدم کشی، زنا، ربا و شرب خمر انجام دهد و بارها آن را تکرار کند با این فعلش از دایره اسلام خارج نمی شود و در جهنم جاودانه نمی ماند به شرطی که موحد میرد و در همه انواع عبادت الله را یگانه قرار داده باشد. و اعتقاد ما این است که مقام پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم مطلقاً بالاترین مراتب مخلوقات است و ایشان در قبرش زنده و دارای حیات برزخی هستند و حیاتشان برتر از حیات شهدایی است که در قرآن در مورد آنها تصریح شده است.
چون ایشان از همه آنها بیشک افضل‌تر هستند و ایشان سلام هر کس را که به او سلام دهد میشنود و زیارتش مستحب است، ولی سفر کردن برای زیارت جایز نیست مگر اینکه شخصی برای زیارت مسجد النبی و نماز خواندن در آن سفر کند، که در آن صورت اگر قصد زیارت قبر را هم کرد مشکلی ندارد و هر کس بهترین اوقاتش را با صلوات مسنون بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بگذراند به سعادت دو جهان نائل شده و ناراحتی ها و مشکلاتش حل خواهد شد، همانطور که در حدیث وارد شده است. و نیز در نامه‌شان به اهل سقیم می فرماید: به من خبر رسیده که نامه سلیمان ابن سهیم به شما رسیده و عده‌ای از منتسبین به علم آن را قبول و تصدیق کردند و خداوند متعال می داند که این مرد بر من افترا بسته و سخنانی را به من نسبت داده که من نگفتم و اکثر آنها حتی به ذهنم هم خطور نکردند. از جمله این افتراءات این سخنانش است که من کتب مذاهب اربعه را باطل می دانم و این که من می گویم مردم از 600 سال به این سو گمراه هستند و من ادعای اجتهاد دارم و خارج از تقلید هستم. و تهمت های دیگری را بر می شمارد تا آنجا که می فرماید: جواب من در مورد این مسائل این است که سبحانك هذا بهتان عظیم. و نیز در جای دیگر می فرماید: و اما آنچه در نامه‌تان در مورد حقیقت اجتهاد ذکر کرده اید، باید بگویم که ما مقلد کتاب و سنت و گذشتگان صالح امت و اقوال معتمد ائمه اربعه، امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت، امام مالک ابن انس، امام محمد ابن ادریس شافعی و امام احمد ابن حنبل رحمهم الله تعالی هستیم. این سخن که ما عموم مردم را تکفیر می کنیم، این از بهتان دشمن است که می خواهند مردم را از این دین فراری دهند و می گویم سبحانک هذا بهتان عظیم. وهابی ها خودشان را چه می نامند؟ آنان خودشان را سلفیه می خوانند. یکی از نامهایی که امروز زیاد بروز می کنه و صحبت ازش زیاد هم هست و احیانا بعضی از مردم با شگفتی و با تعجب از این نام اسم می برند و غالبا دچار مشکل می شن، مسئله سلفی بودن هست که امروز مطرح هست. ببینید، سلفی بودن یک مسئله تازه و جدید یا چیز عجیب و غریبی نیست. سلف در لغت به معنی سلف یعنی گذشت، سلف به معنی گذشتگان یعنی کسانی که در گذشته، تمام کسانی که قبل از ما بودن، مردن و فوت کردن و از این دنیا رفتن، اونها میگن سلف یعنی گذشتگان، یعنی اونهایی که قبل از ما بودن. اونهایی که میگن نامی که به عنوان سلفیت و به عنوان سلفی بودن امروز مطرح است، به معنی پیروی از گذشتگان هست و به معنی پیروی از صدر این امت هست. گفتم در لغت سلف به معنی گذشتگان و در اصطلاح سلف به صحابه و تابعین و تبع تابعین گفته میشود. به جماعت صحابه و جماعت تابعین و تبع تابعین در اصطلاح علم عقیده و در اصطلاح علوم شرعی سلف گفته می شود. و کسانی که میگن ما سلفی هستیم، معنی و مفهومش این هست که ما پیروان صحابه و تابعین و تبع تابعین هستیم. مسلمان نمی تواند ادعای غیر از این داشته باشد. مسلمانی که کسی که معتقده که من اهل سنت و جماعت هستم، اساساً مفهوم اهل سنت و جماعت بودن با مفهوم سلفی بودن اساساً یک مفهومه، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. همونطوری که معنی اهل سنت و جماعت بودن به معنی پیروی از پیامبر و صحابه و تابعین و تبع تابعین هست، سلفی بودن هم همین هست. توصیه من به شما عزیزان این است که از گروه های جماعت تبلیغی که به عنوان تبلیغ دین
از یک شهر به شهری دیگر و از یک روستا به روستای دیگر و از یک مسجد به مسجدی دیگر مردم و جوانان را به سفرهای خارج استانی یا خارج کشوری میبرند، بسیار احتیاط کنند و از آنها در حذر باشند، زیرا آنها عقاید و باورهای صحیحی ندارند. سبحان الله، مگر جماعت تبلیغ چه میگویند که اینان این چنین به هراس افتاده و مردم را از آنان می گریزانند. ای جوان عزیز، مواظب باش نماز و ترک نکنی. من ترک الصلا فقد هدم الدین. با این عمل خودت مواظب باش دین الهی را منهدم نکن. این دین قیمت داده شده برای این دین. این دین قطرات خون پیامبر. مواظب باش ای جوان عزیز، فریب فرهنگ کثیف غرب نخوری. زیباترین فرهنگ، قشنگترین فرهنگ، پر افتخارترین فرهنگ، فرهنگ سرور دو جهانه، دینه. ما دین ما غنیه. الیوم اکملت لکم دینکم، کامله. توصیه من به شما عزیزان این است که به هیچ وجه فرزندان خود را جهت تحصیل به عربستان سعودی و یا به کشورهایی که عربستان در آنجا دانشگاه و یا مراکز علمی دایر کرده است نفرستند. بینندگان عزیز، به نظر شما چرا دستن در کاران این فیلم مردم را از رفتن به عربستان که سرزمین وحی و مقصد حج و جایگاه کعبه و آرامگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرامت منع می کنند؟ و چرا مردم را از فرا گرفتن علوم شرعی در بلاد حرمین می ترسانند؟ آیا این سخنانشان چهره واقعی عوامل پشت پرده این فیلم را آشکار نمی سازد؟ و آیا جز این است که بدین وسیله دشمنی خود را با اهل سنت و برادران مسلمانمان در سرزمین وحی ثابت کرده اند؟ و آیا این عرفان آباد در ناکجا آباد مرکز علم و هدایت شده و سرزمین مکه و مدینه این مقدس در این مکان دنیا جایگاه گمراهی و زلالت شده است؟ چطور سازندگان این فیلم به خود اجازه دادند سرزمینی را که خداوند برای نزول بهترین فرشته و بهترین کتابش و بعثت بهترین پیامبر و بهترین امت برگزیده این چنین وقیحانه مورد طعنه و هجوم قرار دهند و مسلمانان را نسبت به آن مکان نورانی بدبین کنند؟ سبحان الله، سرزمین کعبه و مسجد النبی، سرزمین قرآن و رسول الله صلی الله علیه و سلم، سرزمین بدر و احد و خندق، سرزمین ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم را رها کنیم و هدایت و رستگاری را در ناکجا آباد عرفان آباد بجوییم؟ و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.